مؤسسه کلاریون پراجکت در آمریکا در گزارشی درباره دستگیری ماموران وزارت اطلاعات رژیم تاکید کرد اگر این رژیم به این میزان از اپوزیسیون ایران در آمریکا وحشت دارد پس ما باید حمایت از این ایرانیان مدافع دموکراسی و معتقد به جدای دین از دولت را به بالاترین اولویت خود تبدیل کنیم. کلاریون پراجکت در این گزارش می نویسد دو جاسوس رژیم ایران که روز نهم اوت 2018 در آمریکا دستگیر شدند فقط از آمریکایی ها و ایرانیان مخالف رژیم اطلاعات جمع آوری نمی ظاهرا این اطلاعات جهت استفاده برای انجام حملات بوده است احمد رضا محمدی دوستار و مجید قربانی روز 20 اوت 2018 در دادگاه فدرال به عمل کردن به عنوان عواملی به نیابت از حکومت ایران متهم شدند. دوستار و قربانی اقدام به جاسوسی از تأسیسات یهودیان و برنامه های مجاهدین خلق در آمریکا کردند. این گروه مقاومت خواهان سرنگونی کامل خامنه‌ای و رژیم اوست. گزارش مؤسسه کلاریون پراجکت با اشاره به هزینه های پرداخت شده توسط رژیم ایران برای پیشبرد مقاصد گرایانش در آمریکا با پوشش بنیاد علوی در سال 2013 می نویسد چنین عملیاتی در زمانی رخ می دهد که رژیم ایران به شدت نیازمند پول است و تلاش دارد از تحریم های بین بگریزد از این رو نمیتواند بدون اینکه این موضوع برای یک هدف مهم باشد مخارج مالی عملیات اطلاعاتی را بپذیرد از آنجایی که رژیم ایران میفهمد آماده سازی حملات در خاک آمریکا در این مقطع زمانی قویا آمیز است این بدان معنی است که این رژیم در آماده سازی حملات علیه این اهداف بسیار جدی بوده است این دستگیری ها نشان می دهد که چقدر این رژیم از قدرت دشمنان خود می ترسد. اگر این رژیم به این میزان از اپوزیسیون ایران در آمریکا وحشت دارد، پس ما باید حمایت از این ایرانیان دموکراتیک و معتقد به جدای دین از دولت را به بالاترین اولویت خود تبدیل کنیم. کلاریون پراجکت در ادامه گزارش خود به توطئه‌های های تروریستی رژیم در آلبانی و علیه گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس و دستگیری دیپلمات تروریست آخوندها اسدالله اسدی که بعد از تحویل مواد منفجره به تروریست ها در لوکسامبورگ دستگیر شده پرداخت است.